کالای ایرانی و حمایت از اون یکی دیگه از خبرهایی که این روزها به قول رسانه‌های حکومتی حواشی زیادی پیدا کرده. حواشی که مطابق روش آخوندها و سنت منبر رفتناشون اونقدر درباره حاشیه حرف میزنن و اونقدر مطالب مختلف میگن تا اصل قضیه کلن فراموش بشه. گزارشی داریم در این باره. فقط ساخت ایران، جمله‌ای که شنیدنش باعث غرور ملی و لذتی در روح و جان میشه و از افزایش تقاضا و کیفیت کالای بومی حکایت داره. تقاضا برای صنایع فولاد ایران چند وقتی در ارمنستان رونق گرفته و برخی فروشگاه‌ها فقط محصولات فولاد ایران رو عرضه میکنن. این یکی از مغازه‌هایی است که چند سالی است فقط محصولات ساخت ایران رو به فروش میرسونه. صاحب این فروشگاه که مدت 12 سال است در مرکز ایروان فعالیت می کند، کیفیت و قیمت مناسب محصولات فولادی ساخت ایران را دلیل استقبال مشتریانش از این محصولات می داند. در حالی که تلویزیون رژیم در تلاش برای جمع کردن استشهاد محلی در ارمنستان برای تایید کیفیت کالای ایرانی است، روزنامه جوان متعلق به بسیج پاسداران امروز چهارشنبه 15 فروردین نوشته تحقق شعار امسال که عبارت است از حمایت از کالای ایرانی به 4 رکن اصلی برمیگردد که عبارتند از تولید کننده، مصرف کننده، دولت و رسانه. این روزنامه حکومتی سپس با تاکید بر نقش رسانه و تبلیغات در مورد کالای ایرانی به سهم خودش ضمن لو دادن هدف نامگذاری سال توسط خامنه ای، یعنی انداختن تقصیر مشکل بیکاری و فقر به گردن مردم، می نویسد رسانه ها اهم از رسانه های مکتوب و مجازی می توانند تبلیغ رایگان کالاهای ایرانی را به عهده بگیرند. برای نشان دادن کیفیت کالا پای سازمان استاندارد را به میان بیاورند. خانواده ای که جهیزه فرزند خیش را یک پارچه ایرانی می خرد باید در بهترین صفحه رسانه دیده و الگویی برای دیگران شود. خانم ها نقش کلیدی در مصرف کالاهای ایرانی دارند و مردان در این میان نقش حداقلی را ایفا می کنند. نهضت و قیام خانم ها برای استفاده از کالاهای ایرانی می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. ملاحظه می کنید که مطابق ادعای این رسانه پاسداران نقش خانم ها کلیدی است و اگر چند ماه بعد یا در پایان سال معلوم شود فقر و بیکاری ضریب بزرگی خورده، اشکال به مردمی برمیگردد که نقش کلیدی خود را ایفا نکردند. در راستای پیشبرد هدف به گردن مردم انداختن تقصیر، عمده کانال‌های تلویزیون حکومتی نیز بخش بزرگی از برنامه‌های خود را به تبلیغ برای کالای ایرانی اختصاص دادند. اما از لابلای همین تبلیغات فرمایشی هم شاید به خاطر عملکرد کشمکش‌های باندی میتوان برخی حرف‌های واقعی مردم را شنید. اولین کار اینه که محصول خودشو کالای ایرانی استفاده کنن تا برای دیگران هم سرمشق بشه. نذارن که حالا اونایی که نفوذ دارن به هر نحوی توجه میکنی جنس‌های خارجی رو وارد بکنن و به قیمت‌های خیلی نازلی در اختیار سودجوها بگذارن. حمایت کنن از تولید کننده هامون، از کارخونه ها. جلوی واردات بی‌رویه مخصوصا از کشورهای مثل چین و غیره رو بگیرن، به عمل ثابت بکنن نه با حرف. تولید کننده ها رو حالا اگر وام خود اشتغالی هست، اگر به هر طریقی هست کمکشون کنن. کارخونه جات خب یه سرش تو شهرک که میری خوابیده، بودجه ندارن، امکانات ندارن، اینا رو براشون فراهم کنه. برای مملکت ما خوبه، برای جوانای ما خوبه، برای بیکاری ها خوبه. روزنامه حکومتی وطن امروز در شماره 15 فروردین خودش در ادامه جنگ باندی عملاً این گونه تبلیغات را رسوا کرده و نوشته آیا حمایت از کالای ایرانی کار خوبی است؟ کالای ایرانی اگر قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد چرا که نه؟ مگر نه اینکه بهتر است پسر خاله، عمو خاله و خلاصه خودمان سر کار برویم و جیبمان پر پول باشد تا اینکه چانگچونگ چنگ، کالوس، آرکان، نیکولاس و خلاصه دیگران. مع الاسف شومنهایی به اسم تحلیلگر سیاسی با شناسنامه ایرانی وجود دارند که حاضرن برای دیده شدن در تمام حوزه ها روی دست برادر حاتم طائی بزنند. نتیجه چیست؟
حمله به شعار حمایت از کالای ایرانی. باید بدین واقعیت تلختر هم اعتراف کنیم که برخی مسئولان دولتی حمایت از کالای ایرانی را در ایده و عمل سیاست درستی نمی دانند. پیش زمینه ی از زمین بلند شدن تولید کننده ایرانی بیش از هر چیز کافر شدن دولت مردان و مشاوران آنها به نسخه های امر و آسها یعنی اقتصاد لیبرال است. کسی که در هر شرایطی رقابت برایش اصل مقدس معنا شود و اقتصاد بازار را علم ازلی و ابدی غیر قابل خدشه تصور کند، معتقد به رشد کیفیت محصول داخلی، بخوانید نابودی تولید داخلی، در رقابت با سیل واردات در تمام محصولات است.